شوخی میگی بابا؟ با ما حرف میزنه داد داد میکنه برای خانم پچ پچ. ها چی کار میکنی؟ فارگوش واسدی؟ نه بابا فارگوشه، هفته هم تو بفهم بشم رد میشدم. میگم راستی شما نمیدونی حشمت خان با این خانم راجب چی داره صحبت میکنه؟ نه اگر هم میدونستم به تو نمیگفتم. خوش اومدی. سلام. ببین حواستون جمع کنین، چیزی به اومدنش نمونده ها. باشه شش، ولی ببخشید میشه بی خیال این کار بشی؟ من حس خوبی ندارم. مثل که تو اصلا تو باغ نیستی یا پسر. ما این کارو به خاطر منافع باشگاه میکنیم، به خاطر تحقیق موقعیت پدرت. میدونم ولی ببین دیگه ولی و اما اگر نداره. میخوام امروز خودتو نشون بدی. همین، خداحافظ. هالوی جنم خره، هالوی جنم خره، مگنم گرونه، آی مگنم گرونه. نرخ یک کیلو برنج، نرخ یک کیلو برنج، نرخ زرفرونه، آی نرخ زرفرونه. آقا قاسم. سلام آقا، شما خوبی آقا؟ الحمدلله. شما مگه مدیر مسئول چمن زمین فوتبال نیستی؟ بله مدیرم آقا، شما طوری شده؟ طوری شده؟ تو هم یه بارکیش کردی ها. این زمین بدبخت، این چمن داره از تشنگی لهله میزن. همین روز هست که زرد میشه بشی بیابون. میگین چی کار کنم حشمت خان؟ چی کار کنی؟ هیچی، وایسا تماشا کن، آواز بخون. خب این شیلنگ رو بردار بنداز به جون این زمین، از تشنگی نمیره، این جون بگیره این چمن. حتما شوخی میکنی، اگه الان چمن آب بدم این زمین خراب میشه، بچه ها نمیتونه تنبیه کنن. تمرین بچه ها مهمتره یا این زمین زبون بسته طبیعت؟ حیف نیست به خاطر فوتبال فضای سبز به این خوبی خراب بشه ها؟ فضای سبز چیه حشمت خان؟ چمن فوتباله. مگه من گفتم جاده چالوسه؟ باز اینجا وایساده. برو دیگه. فقط ببین قاسم خان، همچین خوب میخونی یا گفتنی؟ خیلی ممنون. اینجوری میری به طرف شیلنگ، این آوازه رو که میخوندی بخون و برو ببینم چی کار میکنی. برو ببینم. چشم. حالوی گنم خره، حالوی گنم خره، مگنم گرونه. حشمت خان، حشمت خان. حالوی گنم خره، حالوی گنم خره. چطوری سیروز؟ خوبی؟ بله، بایدم کپکت خروس بخونه. میخوای یه استودیو هم بخریم؟ یا آهنگسازم میشناسم، دوتا آهنگم وسط بسازه خواننده بشی. مرد حسابی کجایی؟ دو ساعته دارم دنبالت میگردم. از شما چه پنهون اومده بودم یه نگاهی به این زمین چمن بندازم. آدم میبینه حال میکنه، جون میده واسه سیزده به در. بیای وارو بندیل چادر بزنی، از یه طرف آتیش و جوجه کباب، از یه طرف هم بازی و بریز به پاش. نه نه دیگه، اینجا رو خودت باید تنها بیای. من حاضر نیستم حتی یه دقیقه تو این باشگاه بمونم. چرا؟ مگه چی شده؟ دیگه چی میخواستی بشه؟ بیا بیرون بهت بگم چی شده. خب بیا بیرون دیگه. حالا دیگه خرد از پل گذشت، ما شدیم صد پاش غریبه نامحرم. حالا دیگه زیرزیرکی مهمونی میدی، هیئت مدیره دعوت میکنی، صدات هم در نمیاد. اشکالی نداره حشمت خان، ما این گردنمون از مو هم نازکتره. آواز خاطر اینه عین اسفند روی آتیش جلیز ویلیز میکنی ها؟ اون فرخ دهنلق بهت راپورت داده ها؟ نه خیر، پی کویدم با کلی کار دعوت که اسم من توش نبود. سیروس جان، بابا جان، تو که مهمون نیستی. من میخواستم تو رو سور پریزت بکنم، یعنی یه کاری بکنم یهویی اینجوری غافلگیر بشی، شوکه بشی. شنیدی؟ اینو میگی چون مچتو گرفتم. خب آره دیگه، پس چی بگم؟ نه اینو میگم چون اینه بابا، من رفیقم بره جونم نمیره. ببین حشمت جون، من اگه حرف میزنم به خاطر خودته، برای اینکه نگرانتم. نمیخوام با یه اشتباه کوچولو کار دست خودت بدی. نمیخوام اون ارث شیرینی که اون خدا بیامرز بهت دسته همینجوری دست دست بدی و بره پی کارش. سیروس اینا رو تو داری تایی دلی میگی نه؟ یعنی داری خالی نمیبندی. جون سیروس، من تو زندگیم برادر نداشتم. اصلا همیشه دلم میخواست یه برادر داشته باشم، یکی که بتونم بهش اعتماد بکنم. من به هیچ کی نمیتونم اعتماد بکنم. حشمت خان باور کن، به اون سیبیلای مردونت قسم، این همون احساسیه که من نسبت به تو دارم. تا
تو منو یاد پدر خدا بیامرزم میندازی. شاید این حرف تیت درشت باشه، ولی باور کن اونم مثل تو مرد بود، غیرت داشت، تعصب داشت. بوش، تو بوی پدر منو میدی. خاله من این عطره، عطره تازه خریدم، اسمش هم هست افتر شیوه. افتر شیوه حشمت خان. حالا ببین سیروس، اصلا من الان به فرخ زنگ میزنم میگم مهمونی رو گفتنی چی کنسل بکنه. من کاری رو که تو راضی نباشی انجام نمیدم. من قدمی که تو دلت نخواد من بردارم بر نمیدارم. اصلا راضی نیستم این کار بکنی عشمت خان. درسته از ازدی خود دلخور بودم، ولی فکر بکریه. راهش همینه، یارگیری. ما باید اعضای هیئت مدیره رو بکشینیم طرف خودمون تا ابتکار عمل بیفته دستمون. ما اینیم دیگه، مدیریتی که میگن همینه. ناقلا، نگفتی رستمی قرار دومادت بشه؟ خب حالا من یه بار کی شد، هنوز هندونه دربسته است تو 18 قدم معلوم. حالا ببینیم چی میشه، بعدم میاد از آه اتحاب پسر خوبیه. مبارکت باشه، مبارکت باشه. سلام آقای جمالی. سلام پسر جون. شما، من عاشق شما، میشه یه عکس با من بگیرید؟ نه عزیزم، فرصت نیست، باید برم سر تمرین. آقای جمالی یه ذره وقتتون رو زیاد نمیگیرم، یه عکس کوچولوه. عزیزم میگم باید برم سر تمرین، فرصت نیست. ممنونت میشم یه عکس کوچولو بگیرم، وقتتون رو زیاد نمیگیرم. فقط سریع. خواهش میکنم، بفهم دست شما در نکنم. زود باش. زندگیم همشون تو بود. بگیرش بگیرش بگیرش. بدبخت شدم، بیچاره شدم، به خاک سیاه نشستم. آی یواش، مگه داری خمیر ورز میدی؟ نمیخواد. حالا بگو ببینم قیافش چجوری بود؟ با دوزا مو نمیزد، بیریخت، زشت، وحشتناک، این رایانه ویروس گرفته بود. علامتی، نشونهی، خالکوبی روی جایش، چیزی؟ همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد. من تا اومدم به خودم بیام، اون نامرد رفته بود. آخه چجوری میتونستم قیافشو ببینم؟ چند تا بچه‌ها رو فرستادم یه چرخی این اطراف بزنم بلکه بتونن ردشو پیدا کنم. این آدمی که من... یعنی اینجور آدمایی که من میشناسم الان با چند کیلومتر اینجا دور شده باشه، بعید میدونم بتونن برسن بهش. وای، خونه خراب شدم، همه دانش فنیم به فنا رفت. من همه سیستما و تاکتیکای فوق مدرنم توی اون لپتاپ بود. وای آنالیزام، من تمام تیمای لیگو آنالیز کرده بودم. این بدبخ همه تیمای لیگو آنالیز کرده بوده. حالا اینقدر زجمورو نزن توابانی، من یه دونه بهترش برات میخرم. نه، من بهترشو نمیخوام، من لپتاپ خودمو میخوام. تفلی لپتاپ خودشو میخواد. میگم تا دیر نشده به پلیس خبر بدیم، اونا میتونن بگیرنشا. راست میگه، زود باشیم به پلیس خبر بدیم. من زنگ میزنم. نزن قربونت برم، نزن پدر من، نزن برادر من، نزن قربون من بری الهی. ای بابا، این تیم خودش تو حاشیه هست، به خاطر مسئله پیش پا افتاده، وضع از این که از وخیم تر نکنی. نه پیش پا افتاده چی، مرد حسابی، حاصل 20 سال تجربه فوتبالی من تو اون لپتاپ بود. اون وقت میگی پیش پا افتاده؟ راست میگه. چی شده؟ هیچی، لپتاپ آقا جمالی رو دزدیدم، بنده خدا وا رفت. انجام یه دقیقه کارت لپتاپ کو نشد. نشد یعنی چی؟
من تو اومدم برم جلو دیدم سر کله این یاسر پیدا شد رفت سراغ اسی. منم ترسیدم برم جلو. ترسیدی؟ آره بابا گفتم اگه اون منو ببینه همه چی لو میره. خیلی خوب اشکالی نداره. من مطمئنم که این پسر اسی از پس این یارو چلقوز. سلام. اخلاصا. سلام استاد. الو بابا. لپتاپم چه؟ خدای من لپتاپم باورم نمیشه. واقعا لپتاپته؟ آره خودشه. دست در نکنه پسر جون. تو من از این شکست حتمی نجات دادی. من نگاه کنم سالمه یا نه؟ سالمه؟ باری کلا پسر، باری کلا. خوشم اومد از مرام تو، معرفتت خوشم اومد. چجوری گرفتی این دزدر رو ها؟ ما اشمت ما رو دست کم گرفتی، ما خودمون یه پا دزگیریم. دزگیری؟ رفتم توی کوچه منبس پوی سرشون رفتم. بعد یه دفعه همونجا گیرش کنه خودم پسش گرفتم بگم. اشمت یه توکیفا تشریف بیاریم. سالم شما یه لحظه با من تشریف بیاریم. جون بیا اینجا. میشه ازت بپرسم اینجا چه غلطی میکنی؟ اولا غلط نکردم، دوما خود حشمت خان به من زنگ زد گفت بیا اینجا کارت دارم. بله حشمت خان گفتم بیا تو کاری که به تو مربوط نیست دخالت کنی. این حرفو که نزدم، ولی اونجایی که حشمت خان به گردن بنده حق پدری دارن هر کاری بعد دستم بر بیاد براش انجام میدم. ببین الان حقش هست بزنم اون جردن تو بشکنم ها. جرأت داری بزن حشمت خان. زهر مار، همه اینا یه نقشه بود که منو پیام کشته بودیم که همین آقا خرابش کرد. قرار بود که لپتاپ این بابا رو برداریم بیاریم توش ویروس بریزیم که تیمش نتیجه نگیره. اینجوری هم زیراب اینو زدیم هم رحمانی رو. هم زیراب اینو زدیم هم رحمانی رو. دپش بازی دیگه. دپش بازی نه آقا اشمن، ما برای فوتبال چیکار میکنیم؟ پدری. شما داریم برای فوتبال پدری میکنی. پش پاپوشه، دالش دسیسه از خودت بهتر میدونی که. رشم ریاکاریه. ما یش چیه؟ یش هم واسه رد گم کردن، برای که کسی نفهمه ما داریم چی کار میکنیم. تو این فوتبال اصطلاحاتی بوده ما نمیدونستیم. اوه کجاشو دیدی؟ اصطلاحاتی داریم اینا بدتر. بیا اینجا ببینم، بیا اینجا ببینم یاسه اینجا چی کار میکنه آخه؟ اسمت خان بیا پایین یه چیزی بگینا. برگشته من میگه برای چی رفتی دنبال دزدا؟ همش رو از رو حسودی ها. خب راست میگم اگه تو فضولی ها، تو سر پیازی، تای پیازی، آخه چرا خودتو نخود هر آشی میکنی ها؟ اوه حشمت خان من مغز پیازم، ولی آخه من چیکار کردم؟ بیا اینو بگیر ببینم. مال خودم اونسو؟ واسه شاهکاری که کردی جلوی پدری آقای دربندی رو گرفتی، حالا پاداش هم میخوای. نخه این پولو برمیداری میری پلو اوسرزا میوه فروش، هرچی میوه نوبر و میوه فصل تر و تازه جمع میکنی تو جعبه میریزی میبری پلو شعلا خانوم، بقیهش هم بذار تو جیبت لازمت میشه. بیا برو. زیاده زیاده. بیا برو بیا برو. ده بازم واشده میگم بیا برو، بعدم میاد ازش. دوستش دارم بچه خوبیه، پاره تنمه. من برگشتیم سر خونه اول، حالا باید یه راه دیگه پیدا کنیم. خونه اول؟ صبر کن ببینم نکنه همه این ماجرا زیر سر شماست. ببینم چش نداری ببینی دو نفر آدم برای فوتبال این مملکت پدری بکنن؟ پدری؟ راست میبخش یا سیروس، من میخواستم در مورد یه مسئله با شما صحبت کنم. صحبت کردن فایده نداره، باید عمل بکنیم. ما باید یه کاری بکنیم که دوم این جمالی رو بگیریم این باشگاه جیر بنزیمش بیرون دیگه. اون با من همچین براش پدری بکنم فرزندی یادش بره. مال شما که بلدی چجوری زیر زیرکی کاراتو انجام بدی. شما چیزی گفتی ازگی؟ نه میگم شما که بلدی چجوری پدری کنی. آه این درست شد. بله. کجایی دخترم؟ عجله کن داره دیر میشه. مامان نمیشه من. این آخرین شانس ماست دخترم. خواهش میکنم خرابش نکن. زود راه بیفت بیا. باش دارم میام. خداحافظ. خیلی خوب بچه بی. فقط گم نشه، پاره پوره هم نشه، رو دونه دونه حساب کردم. چسب کو اینا بده. خیلی خوب مامان خوبیت نداری مرد این کار انجام بده، اینا مربوط به خانوما میشه. چه ربطی داره؟ بگو از تنبلیمه، میخوام بشینم جلوی تلویزیون فوتبال بازی کنم. ای خدا که میشه این آدم شوهر بکنه از این خونه بره من این نفس راحت بکشم. بله
میبینی مامان اصلا بزرگتر کوچکتری حالش نیستا. همین الان از خواهر بزرگتر دستخواهی کن. زود باش. معذرت میخوام. خیلی خوب. بچه دیر نکنین. شب مهمون دارم. هزار تا کار دارم. دستان هم نذارین. سلام شهلا جون. ایوه سلام پانی جون. سلام. چطوری شما خوبی؟ معلومه که خوبم. من همیشه خوبم. من یه بانوی ورزش کنم که بعد از اونها ورزش صبحگاهی با هر روز انجام میدم. مامان جان بعد از اونها ورزش صبحگاهی انجام نمیدم. به تو رفتی نداره. ببینم اینا چیه دستتون؟ اینا چیزه اینه. بیا ایوه معرفه کن. فراخان ورزشی بانوانه. به به. زده پیری، زده چروک، زده چاقی. چقدر خوب. اینا همش کار میکنه. من خودم همه رو امتحان کردم. خیلی عالیه. خب دیگه با اجازتون ما بریم. پدرام بدو. برینم ببریم. خب چه خبر؟ شما خوبین؟ خنده خوششون اومده ها. باره بابا تو هم دلت خوشه دارم مسخرمون میکنم. چرا؟ چرا نداره خواهر من؟ بینجره بخون. انتخاب تیم ملی بانوان در تمام رشته، پخش مسابقات به صورت زنده از تلویزیون. مسخره است دیگه، خودت هم خندهات گرفت. بگی یه دقیقه. سلام ماما. خوبی؟ نه خیلی مونده. چی شده؟ باشه الان میای. چی شده؟ ببین ماما حالش خوب نیست. بودو بودو بریم خونه. ببخشید عصمت خان، اتفاقی افتاده؟ چیزی شده؟ ببین چی میگم. داماد گلم، پسرم، خوبی، سرحالی، قبراغی؟ بله با این تفاصیل من خیلی خوبم. شما خوبی؟ این خانواده محترم خوبن، دختر خانم گلتون خوبن، همیشه درد. خب حالا نمیخواد حرف بزنی. گوش کن ببین بهت چی میگم. بله عصمت خان بفهم. ببین پسرم خرمالو سیاوش جان، من از دار دنیا یه دختر بیشتر ندارم. بله خدا رو شکر در جریانم. بله. میخوام اونو بدم به کسی که کس باشه، وقتی من حرف میزنم بتونه انجام بده، آدم حسابی باشه. ایناش پیدا کردینش خدا رو شکر. من ایناش. خیلی خوب، میخوام ببینم عیار مردونگی چقدره. چم مرده حلاجی. من عذر میخوام عصمت خان، من دقیقه متوجه نمیشم شما میخوای من چیکار کنم. ببین پسرم عزیز دلم، یه ویروسی هست ساکن، آخه آروم، آخه بی خطر، نه مرغیه نه خوکی، حیوانکی. میخوام زحمت بکشی یه توک پا بری بریزیش تو لپتاپ جمالی. من عذر میخوام حشمت خواهم، من در واقع متوجه نشدم من دقیقا باید چیکار کنم. حواستو جمع میکنی، یه کاری میکنی لپتاپ جمالی بشه عینهو چرتکه، نشه باش کار کرد. یه توضیح من خدمت شما بدم، علاوه بر اینکه من یه بازیکن فوق ستارم، کاپیتان تیم شما هم هستم، پس این کارو نمیتونم انجام بدم. اون وقت اگه کاپیتان نبودی حاضر بودی انجام بدی که کاپیتان بشی؟ حشمت خواهم بذاری مثلا از یه زاویه دیگه به ماجرا نگاه کنم. من اساساً زیر بار این کار غیر اخلاقی نمیرم، چون برخلاف تمام اصول اخلاقیه. برخلاف تمام اصول اخلاقیه؟ یعنی بر ضد حرف من حرف میزنی؟ نه بر ضد نظر شما که نمیشه حرف زد، ولی من اساساً نمیخوام این کار انجام بدم. نمیتونی انجام بدی؟ نظرت هم عوض نمیشه. بالاخرهش بعد خون میخوام تلاش همو بکنم که نظرم عوض نشه. خیلی خوب، پس من و شما دو کلوم حرف حساب با هم میزنیم تا بفهمی که حرف حساب یعنی چی. نه بله بفرمایید، من این ویروس کجاست باش آشنا شم. فهمیدی. سیروس جان جانه. حله، بده بهش بره. خب آقا سیاوش، میدونی که باید چی کار باید کنی؟ بله عصمت خان، با اون بیان شیوا و کلام تاثیرگذارشون در واقع هر توضیحی که لازم بود در مورد اون ویروس ایوونکی گفتن. دو کلم حرف حساب باشه. آفرین به عصمت خان، بیا اینو بگیر و بریز رو لپتاپ جمالی. من فقط اینجا یه سوالی برام پیش میاد جناب دربندی، اگر این ماجرا لو بره من باید چیکار کنم؟ یعنی در واقع شما نقشه را و ادامه مسیر رو چه جوری دیدین، چه جوری تصور کردین؟ خیلی ساده است، همه چیزو گردن میگیری. درست. یعنی چی همه چیزو گردن میگیرم؟ یعنی کمیته انضباطی و اخراج و این حرفا؟ تو هم یه بار کیش کردی یا انگار نه انگار که پدرزنت مدیر عامله. اصلا از اون لحاظ من حواسم. برو دیگه، برو. پس من با اجازهتون برم. به سلامت. سیروس جان، میگم
این ویروسه یه موقع خطرناک نباشه این جمالی بدبخت دردی مرضی چیزی بگی. حشمت جون HIV که نیست، ویروس کامپیوتریه، با انسان هیچ کاری نداره. ببین سیروس جان از شما چپنون، من برم دفترم یه چرتی بزنم، مهمون داریم شب، میخوام همچین قلمبه سرحال باشم. خدا حافظ. آقا سیروس چی شد؟ هیچی، امان از وقتی که آدم عاشق باشه ویروس رو دادم ببره بزر رو لپتاپ یارو. خب من میخواستم در مورد یه چیزی باهاتون صحبت کنم. امروز خیلی کار داریم، بذار برای بعد. ممکنه دیر بشه آقا سیروس. چی هست مگه که دیر بشه؟ چی میخوای بگی؟ شایسته خانم امروز میخواد با مادرش بره، بدون اینکه شما با خبر بشین. چی گفتی؟ دیروز زنگ زد به پونه گفته دارم میرم. بره کجا مگه؟ کشکه. حتما کشکه که داره میره دیگه. از اون تلفن دیروز چرا الان میگی؟ چرا لفتش دادی انقدر؟ خب من دو دل بودم، یه بارم اومدم بهتون بگم شما نذاشتین. دختر احمق، اصلا فکر نمی‌کردم بتونه با پدرش هم چه غلطی بکنه. چیه مامان جون؟ یکی یه حرفی زد، شما چرا باور میکنی؟ تو این افروزخان مارشگر سر کوچه رو میشناسی؟ نه نه زیاد. منم نمیشناسمش، اما یه همسایه‌مون میگفت همه حرفاشم با دلیل و مدرک بود، میگفت شوهرمونم وقتی میخواسته بهش خیانت کنه همین جوری این لباسای جور و جور میپوشیده، اسمس های مشکوکم براش میرسیده. حالا یکی یه کاری کرده، دلیل نمیشه بابا زنگ گرفته باشه. چرا دلیل نمیشه؟ اون موقع هفته یه بار باید به زور لباسش عوض میکردی، به زور میفرستادی بهش بره حموم، حالا را بلا لباس عوض میکنه، تازه عطرم میزنه. شوخی میکنی؟ بابا که به عطر حساسیت داشت. یادته عطر براش میخریدم، میگفت پیف پیف پوش میاد، خسخس افتادم گلوم گرفت، دماغم چی شد ولان شد، حالا نمیدونم کدوم گیس بریده. این هفته بازش عطر خریده، همینجوری فرت و فرت خودش میزنه، هیچیش هم نمیشه. اشتباه میکنی مامان جان، بابا اصلا اهل این حرفا نیست، بابا به جز شما به هیچ زن دیگه اصلا فکر نمیکنه. معلومه که نباید فکر کنه، چون داره باش اسمس بازی میکنه. اسمس؟ یادت اون موقع موبایل به زور دستش میگیره؟ اصلا میگفت من از موبایل بدم میاد، اما حالا موبایل که میگیره دستش چی میره میشه دیگه گوشه، یفوشکی اسمس های ناجور میفرسته. اصلا این وصله ها بابای من نمیچسبه، تازه میگم خوبه همچی خوشتیپ و قیافه هم نیستا. بابات خوشتیپ نیست؟ جوونیاشو ندیدی؟ یه چیزی بود آه! اینقدر شونه داشت عین هنرمندای سینما بود، حالا نبینیش اینقدر ریخو شده. ببین بود خوشتی بود، الان چی؟ شاید الان تیپ و قیافه نداشته باشه، اما شهرت که داره، پول که داره، عنوان که داره، واسه خودش مدیر عامل فوتباله. ای خدا لعنتت کنه ماشاءالله خان، ای خدا به روز زیاد بچونتت گربه گربه شی ماشاءالله خان، که این ارسو گذاشتی تو دامن من، که این سرون پیری من باید یا یه حبو زندگی کنم. ماما خواهش میکنم، اصلا هنوز که چیزی معلوم نیست. هیچی معلوم نیست؟ وقتی معلوم شد، وقتی همه چی گندش در اومد، وقت من با این پشت دست میزنم تو دهنه تا یه تو دیگه با من کل کل نکنی. هیچی معلوم نیست. داری چیکار میکنی پسر؟ نه نه، من یه مدت میخوام یه لپتاپ جدید بگیرم آقای جمالی، نمیدونم چی بگیرم بهتر. این مدل لپتاپ شما چیه؟ این به کارت نمیاد. نه نمیاد، میگم خیلی پیچیده است. پس با اجازتون من برم سر تمرین. صبر کن ببینم سیاوش، برای من اصلا مهم نیست که میخوای داماد مدیر عامل بشی یا نه، اگه درست تمرین نکنی، صحیح تمرین نکنی، نمیتونی کاپیتان تیم بشی. صحیح یا نه؟ بله اصلا همین صحیحه، این درسته. برو سر تمرین. این منطقیه، با اجازت. بشین تو ماشین.
گفتم برو بشین تو ماشین. تو حق نداری با این دختر اینجوری صحبت کنی. تو حق نداری دختر منو با خودت جایی ببری. گردن کلفتی با من تماس گرفتی. گردن کلفتم. واقعا معذرت میخوام نمیشه. نسرین نسرین کجایی؟ شما بود. یکی این قلچوباق داره دختر تو میبره. نسرین ببین خوب گوش کن چی میگم. دست زنتو بگی اینجا برو. کاری هم به کار من و دخترم نداشته باش. فهمیدی؟ خسته نباشی یه جمعی. چیه سیاوش؟ تمرین جمع جور خوبیه. یه جمعی من یه سوالی داشتم خدمتتون. من یه مقدار اطلاعات کامپیوتریم کمه و در واقع میخواستم اگر امکانش هستش به من کمک کنین و بگین نحوه اجرا کردن فلش چجوریه. ثبت کن با فلش خودم یادت میدم. خب حالا چه فرقی میکنه؟ فرقش اینه که من از فلش خودم استفاده میکنم. خب ما که قانون کپی رایت نداریم، این ادعا دیگه برای چیه؟ ولی من دارم. در ضمن اصلا بلد نیستم چجوری از فلش استفاده میکنن. تو پاشو برو سر تمرینت. برو برو سریتر سریتر سریتر. سلام آقای رحمانی، حال شما خوبه؟ چه خبر از اوضاع؟ کارا خوب پیش میره؟ اصلا خوب نیست. الان 13-14 روزی داره اثر برج میگذره. نه حقوقی نه مزایایی، هیچی به هیچ. شما که میدونی من زن بچه دارم، موندم شکم اینا رو چجوری سیر بکنم. نگران نباش، من قول میدم که امروز این مشکل رو حلش کنم. خدا خیرتون بده. از قول من به اشمت خان بگی انصاف نیست که حقوق کارمنداشو نده اما بره مهمونی آنچنانی و بریزه به پاچ اینجوری کنه. مهمونی؟ مگه شما خبر نداری؟ امشب همه هیئت مدیره رو دعوت کرده خونش که شام بده. نکنه شما رو دعوت نکرده؟ آه چرا چرا، من هم امشب دعوتم، یادم نبود. ببین آقا قربون، شما نگران حقوقت نباش. من قول میدم تا فردا اگه این مشکل حل نشد خودم شخصا پرداخت کنم. خوبه؟ خدا شما رو بزرگی کم نکنه. ممنونم ازت. در بزن. چه خبر؟ هیچی فرختون، چه خبر؟ یعنی سیری چسبیده به لپتاپش جدا نمیشه که. چیکار باید کرد؟ خب باید کندش دیگه، باید یه جوری از لپتاپ دورش کنیم تا من کارم انجام بدم. اون با من راست میگی؟ بیا 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 بیا. چرا معطلی؟ باید ببرمش بیمارستان. آقا اورجانس بری کنار بزن یه هوا بیاد. چی شد؟ تموم شد بزنم. تموم شد. تموم شد. ببین تو حالت خوب نیست، تشنش کردی، باید بریم بیمارستان. با بیمارستان چه خوبم الان. این یعنی آفتاب که میخوره ساخت خودش بهتر میشناسه خودشو دیگه. شما حالا آفتابه. بریم سر تمرین. بریم سر تمرین ببینم. برگردی سر تمرین. تو مردارم بهت بدم خوب شه. برید برگردی سر تمرین. من که سر از کار اینا در نمیارم. اینجوری جواب اعتماد منو میدی؟ آره؟ منو باش. گفتم دخترم فهمیده است، با شعوره، تحصیل کرده است. من اشتباه میکردم. تو هم عین مادرت میمونی، بی احساس و بی عاطفه ای. همش تقصیر منه. پس شما و مامان چی؟ یه بار شد به خاطر من کوتاه بیان، یه بار شد به حرف من گوش بدین، یه بار شد منو آدم حساب کنی. دیگه تموم شد. همین فردا ممنون خروجت میکنم. دیگه حق نداری پاتو از خونه بذاری بیرون. آقای درمندی البته ببخش، من جسارت نمیخوام بکنم، ولی از شما که آدم فرهنگی هستید بعیده، باید دخترتون رو درک کنید. یه بار دیگه ببینم چی گفتی؟
ولی من چیز خاصی نگفتم، فقط فکر میکنم که. فکر میکنی؟ نه، واقعیتش میخوام. چی میخوای؟ آیده منی، من میشه این بغل پیاده شم؟ نمیشه پیاده شی. بده مامو گوش کن ببین دارم چی میگم. شایسته دیگه دختر تو نیست، دست از سرش بردار. اگه به دست زدن باشه صدای من از تو بلندتره. شوهره اون پیزوری رو که دماغشو بگیری جونش در میره. بارو شکایت کن، هیچ کاری نمیتونی بکنی. بارو بینم نمیذارم. شایسته دیگه دختر تو نیست، متوجه شدی؟ تو هم با اون شوهر قزمیتت هر جا که دلت میخواد بری برو. ببین چی دارم بهت میگم، دست از سر من و دخترم بردار، فهمیدی؟ همین. پیام زنگ بزن به مادرت، بگو مادری میان اونجا. من نمیخوام برم اونجا. بی خود میکنی، میری اونجا تا من بیام دنباله. نمیرم. مگه دست توی که نمیخوای؟ چرا ماتت برده؟ خب زنگ بزن دیگه. بله بله، چشم دارم میگم. خواهش میکنم، تمنون میکنم، بفرمایید. سلام. شما خوبی دخترم؟ نه خوب نیستم. چرا خوب نیستی؟ متاسفانه ایشون میخواستم با مادرشون برم ولی نشد، برای همین یه مقدار ناراحتن. متاسفانه؟ نه یعنی خوشبختانه. خب به من چی؟ اصلا هر جو که راحتی. میگم حالا اشکال نداره شایسته جون، حتما قسمت نبوده. نه عزیزم قسمت بود، بعضی ها دهن لقی کردن نذاشتن قسمت چه. شرمندم شهله خانم، اگه اجازه بدین امروز فلوتون بمونه، هم از تنهایی در بیاد هم تو مهمونی امروز کمکتون بکنه. این حرفا چیه؟ اونم مثل دختر خودم. بیا اینجا عزیزم. با عزتون.